حدود 3 سال بعد از آخرین فرایند گرون شدن بلیت سینماها، بار دیگه فروردین امسال قیمت این کالای فرهنگی افزایش پیدا کرد و این بار 50% گرونتر از دوره قبل شد. چه مدت از کیشه دارید؟ حدوداً 1.5 سال. تقریباً 1 سال میشه. توی این مدت چه زمانهایی مردم بیشتر استقبال کردن از حضور در سینما؟ برای عید که مسلماً شلوغ‌تره، روزای سه شنبه و پنج شنبه جمعه‌مون هم نسبت به روزای اول هفته شلوغ‌تره. برای که مردمی هم که شلوغ میشه تقریباً. مسلماً اون موقعی که عیده تعطیل رسمی هستش، پنج شنبه جمعه های آخر هفته به تعطیلی میخوره، قطعا استقبال مردم خیلی زیاده. و حالا به نسبت در رده های بعدی سه شنبه ها که نیم بهاست بلیت. از زمانی که قیمت بلیت سینما افزایش پیدا کرده نسبت به سال گذشته، فکر میکنید این تأثیری داشته روی حضور مردم یا استقبالشون؟ شاید میشه گفتش یک تعجبی حالا بکنن نسبت به افزایش قیمت ها، ولی اونجوری نبوده که اعتراضی باشه یا کم باشه. استقبال خوب بوده و همیشه اون کسایی که به نظر من سینما میان و اهل سینما هستن ادامه میدن و والا یک کم افزایش قیمت اونقدر تأثیری نداره رو انتخابشون. بیشتر مردم الان مخصوصا دوران کرونا رو ما پشت سر گذاشتیم، دنبال کارهای کمدی هستن، کارهای شاد هستن. از نظر کیفیتی خب یه سری هم اهل فیلمای جدی هستن، استقبال میکنن از فیلمای جدی و اجتماعیمون، ولی بیشتر استقبال مردم از فیلمای کمدی خوبه. به صورت کلی یکم کیفیت فیلمای حالا چه جدی چه کمدی مون اومده پایین. یه سری از فیلمای خوبمون رو اجازه اکران چون بهشون نمیدن، به صورت کلی استقبال یکم میاد پایین، ولی نه به دلیل قیمت یا چیز دیگه ای باشه. مردم انتظار دارن که فیلمای خیلی خوب اکران بشه رو پرده سینماها. بالا رفتن هزینه های تولید فیلم و نگهداری سینما نسبت به سالهای قبل و البته این اعتقاد که ارزان ترین تفریح مردم سینماست باعث شد تا برخی از تهیه کنندگان و متولیان سینما این افزایش قیمت رو به حق بدونن. اما باید در نظر داشت که گرانی 50% بلیت سینما در کنار هزینه های جانبی مثل خوراکی داخل سینما و شام بعد از تماشای فیلم و امثال اون میتونه هزینه یک تفریح ساده 2 نفره رو تا 500,000 تومان بالا ببره. شما چند وقت یک بار سینما میایید؟ من خب به خاطر کرونا زیاد نمیمادم، ولی خب اخیرا زیاد میام چون فیلم های خیلی خوبی اکران شده. من چون به فیلم علاقه زیادی دارم زیاد سینما میام، تقریبا ماهی یک باری نمیام. بین 1 الی 2 ماه وقتی مثلا فیلم های خوب خوبی معرفی بشن میام سر میزنیم، مثلا بازیگرای سرشناسمون اگه بازی کرده باشن توش. بیشتر هم ژانرهای مثلا کمدی و یا اجتماعی، البته بیشتر کمدی رو میپسندیم و میام. من خودم چون خیلی دوست دارم سینما اومدن و جد بالاخره یکی از چیزایی که من تو اوقات فراغت هم برای خودم و خانوادم تو در نظر میگیرم. کیفیت که خیلی مهمه، چون مخصوصا وقتی که فیلمی هنوز نیومده تو بازار مثلا بیای زودتر ببینی آدم ذوقش رو بیشتر داره. کیفیتش هم مثلا خیلی مهمه دیگه. جدیدا خیلی کیفیت فیلم اومده پایین، اونقدر مثل گذشته مفهوم نیستن، یعنی بیشتر فقط برای اینکه حضور بازیگری معروف برای اینکه مثلا پول بیشتری بگیرن. این خیلی روی مفهوم فیلم، اینکه چقدر میتونه روی مثلا اخلاقیات تاثیر بذاره، اونقدر روش کار نمیکنن، یعنی بیشتر ظواهر دیگه. خب مسلما اکثر فیلم‌ها کیفیتشون مهمه تا بخوایم قیمتشون رو بخوایم در نظر بگیریم. یه فیلمی باشه حالا ارزون باشه، ولی خب زمانی که براش صرف می‌کنیم و می‌خوایم بریم از فیلم لذت ببریم، نتونیم لذت کافی ببریم، خب ارزش نداره. ولی خب هزینه بکنیم و فیلم به نظرم مناسب باشه، ارزش دیدن رو داره. قیمت بلیت سینما خیلی مهمه. الانم تقریبا من فکر می‌کنم نسبت به پارسال حداقل 50% رشد داشت تا جایی که می‌دونم، و اینکه بالاخره یه چیزیه که تأثیر داره برای اومدن. خب من مثلا قبلا شاید مثلا 2 بار در هفته می اومدم سینما، ولی الان شاید 2 هفته یه بار بیام سینما. قطعا تأثیر داره. خب برای من که مثلا یه زندگی معمولی داریم، خب این مثلا گرونی هایی که هست، خب به نسبت مثلا هزینه هایی که داریم، خب باید یکم
قیمتش مناسب باشه که ما بتونیم بیایم دیگه. نه واقعا، چون اگه علاقه داشته باشی و بخوای اهمیت بدی به فیلم و فرهنگ واسه مهم نیست. من سعی میکنم بیام چون دوست دارم سینما رو، ولی اگه خیلی گرون بشه ممکنه که مثلا دیر به دیر بیام، مثلا چند ماه یک بار. بالاخره قیمت اگه اون فیلمی که واقعا ارزش دیدن داشته باشه و ببینی که دوست داری اون فیلمو ببینی، قیمت زیاد مهم نیستش. هر چی قیمتو بره بوده، خب بازدید کنندگان هم کمتر میشن. بعد یه روزایی هم هستش که سه شنبه این بها گذاشتن، فکر کنم برای کسایی که علاقه به فیلم دارن اون روزا مناسب تر بشه مثلا. حالا با توجه به شرایط حالا کنونی جامعه و حالا شرایطی که هست، به نظرم بهترین تفریح واسه خانواده سینما رفتن. به نظر من سینما هم یه تفریحه، خیلی هم خوبه، چون هم احترام میذاری به ساخته بقیه، همین که یه چیز سالمه دیگه، تفریح سالمیه به نظر من. من به نظرم که باید بازبینی روی قیمت بلیط ها حتما انجام بشه. در حالی که از فروردین امسال قیمت بلیط سینما در سینمای درجه مدرن 45,000 تومان، درجه ممتاز 35,000 تومان و درجه 1 و 2 25,000 تومان اعلام شد، برخی این مقدار رو با دستمزد یک ساعت و نیم کار یک کارگر برابر می دونند. حالا بعد از گذشت نوروزی که تعداد مخاطبان سینماییش به 900,000 نفر هم نرسیده، برخی افزایش قیمت بلیط سینماها رو عاملی میدونند که این میزان استقبال از سالن سینماها رو در آینده نزدیک با کاهش بیشتری مواجه میکنند. نوروز کم درآمد و داستان افزایش قیمت بلیط‌ها که گذشت، اما هنوز هشدارها برای جلوگیری از ریزش تعداد مخاطبان در طول امسال ادامه داره. هشدارهایی که اتفاقات ملی و بین المللی مثل جام جهانی فوتبال و ماه محرم میتونه پیشبینی‌ها برای این ریزش مخاطب رو قوی‌تر بکنه. از طرف دیگه هرچند مدتی تبع افزایش قیمت بلیط سینما، کیفیت فیلم‌ها و نوع اکران‌ها از نگاه مردم خوابیده، اما جدیدترین اظهار نظر وزیر ارشاد برای گرفتن یارانه بلیط سینما بار دیگه توجه ها رو به این سمت معطوف کرده.